سرودهای جدیدی که خونده میشه همه به نوعی این نوید رو داره که خبر خوش انجیل رو به دیگران برسه، قلب ها لمس میشه، مردم نجات بده، مردم در از مسیر زندگی سالمی که خدا در ابتدا در نظر داشت قرار بگیرن. و ما هفته ها هستش که درباره برگزیدگی داریم صحبت میکنیم. هدف من این هستش که موضوع برگزیدگی که موضوع من نیست، موضوع کلام خداست، همون گونه که ساحل جانم در آیه که اعلام کرد که این خداست که روی شما نامهایی رو گذاشته، نه موضوع نامه که والدین گذاشتن، خدا باشه برای نامهایی که شما از والدین گرفتید، اما نامی که در قلبت صدا کرده و تو رو خوانده در مسیر اراده خودش که همچون جدعون بتونی در برابر بت‌ها بایستی. بت پول، بت قدرت، شهرت هستش، خوددوستی ها هست، غرور هست، منافع طلبی هست، ما از این بت‌ها هم داریم. یک دهی هم مانند من قرار داده من در برابر بت الله بایستم و بگم الله خدا نیست. یه موقع این گونه هست، اسمهایی رو داره، یکی داووده، یکی یونسه، یکی مریم هستش. پس جای خودمون رو بدونیم. این که ما این دروس رو ادامه میدیم، میخواییم هر کسی از جمله خودمون به این باور برسیم که ما فرزند خدا هستیم. آمین. ما کی هستیم؟ اعلام کنید دیگه. چی؟ برابر اعلام کنید. آمین آمین. نور و نمک هستیم، کاهنین هستید، چرا که شما آمی سربازان خدا هستیم، همکار خدا هستیم. ما در طول هفته گذشته چه بسا صداهای درون و صداهای بیرون ما را از اون اتوریتی و اقتداری که خدا ما را آفرید انداخته، به طور خاص با که مسیح ایمان آوردیم، اون اوائل که مسیح ما ایمان می آوریم، چه ذوقی، چه هیجانی در وجود ما هست که هنوزم در خیلی ها هست میبینم. ولی بعضی ها میگن نمیدونیم، یادش بخیر اون اول، مثلا این که طرف میگه یادش بخیر 5-6 سالم بود بستنی که میخوردم چه مزه خوبی داشت، اینجوریه. ولی ما در مسیح اتفاقا باید برعکس باشه، هر چقدر رشد میکنیم لذتش باید بیشتر باشه. آنچه را که به عنوان درس و دروس برگزیدگی هست میخواد به ما این رو به توسط کلام خداوند نیز بیاموزه. امروز تو میتونی، مشروطه برای که بپذیر، قبول کن، باور کن که تو فرزنده حقارتی و خجالتی که شریر برای من و تو گذاشته اون رو نپذیر. مشکلات و سختی ها نباید دلیلی بشه که ما فرزند خواندگی و برگزیدگی خودمون رو فراموش کنیم. از همین ابتدا امروز میخواییم با کلام خدا شروع کنیم، از انجیل متی 24. اگر احتیاج به چراغ هست میخواییم بگم روشن کنیم. میخوایی لطف کنید چراغای روشن کنید، سپاسگزار میشم. انجیل متی 24 36 الی 44 از شریف میخونیم، البته که توضیح کمتری بدیم ولی خب بازم من توضیح خواهم داد. انجیل متی 24 36 الی 44 کدام روز؟ از آمدن عیسی مسیح، که کلام خدا میگه اشاره میشه بهش که ماننده چی میاد عیسی مسیح؟ ماننده دوز میاد. برابر دوز خبر نمی کنه، میگه غافلگیرت میکنه، یه دفعه شوکه میشی، مشغول چه کاری هستی که دوز میتونه از تو بدوزه؟ آیا کسی توی جمع ما هست فقط دستتون بره بالا جیبشو زده باشن؟ من شدم، اصلا نفهمیدم. یه کشوری رفتم گفتم خیلی مواظب باش اونجا، حالا اون کشور رو نمیگم، گفتم مگه میشه؟ نه جیب منو زدن، مادر خانم هم با من بود، کیف اونم زدن. هیچ کدوم نفهمیدیم، یعنی انقدر اینها چرا کجا زدن؟ تو بازار زدن. تو بازار ما داشتیم چیکار میکردیم؟ من دنبال مادر خانم هم بودم، داشتیم خرید میکردیم دیگه. خانم هم که میدونید معمولا توی این فروشگاه ها دنبال اجناس و اینا، منم مشغول بودم. یه دفعه به خودم رسیدم دیدم کیف مادر خانمم که توش دلار بود و پاسپورتش بود نبود و کیف منم بود. پس دوز اینجوری میاد، حواسمون باشه، کرونا مشغولت نکنه، رای ریزی مشغولت نکنه، مواظب باش. حواس میره این بر، شیطون کارشو میکنه. آروم باش، آرامش داشته باش، آرامش، ولی تمرکزتو به خدا بده.
چون مسیح ماننده دوز میاد. بله خب مسیح داره اعلام میکنه، پس اینم باید مواظب باشیم. اما یه روزی یه کشیشی مثل من، خودمو میگم کشیش، رسول اومد گفت من دیشب خواب دیدم عیسی مسیح فردا میاد، بگی او نه نه نه. بعد از اون موعظه که کردی تا الان اوکی، ولی الانش قبول نداری، تو مطابق کلام خدا نیست. شما تو همین سرزمین چقدر کشیشا و شبانان بودن و حتی واعظین معروف بودن، متاسفانه فریب خوردن. من میگم فریب خوردن، محکومشون نمیخوام بکنم، و چون فریب خوردن بسیاری از ایماندارا رو فریب دادن. گفتن جمعه ساعت 4 مسیح میاد. الان چند سال گذشته ازش؟ بکنم یه 10 سالی گذشته. اونی هم که این پیشگویی رو که خودش مرده، البته روحش شاد. پس هوشیار باشیم عزیزان، کلام خدا داره اینو اعلام میکنه، مواظب باش فریب نخور. مسیح گفت نه من نه فرشتگان، که من انسانی خودشو داره میگه. بله خب ما میدونیم که بعد از خنوق، در این رابطه صحبت کردیم، بعد از خنوق که بگه با خدا راه میرفت و روبیده شد، منظور با خدا راه میرفت یعنی نیست که کلش فقط تو کلام بوده دعا میکرده دعا میکرده دعا میکرده، نه خیر. خنوق در سن 360 سالگی در سن جوونی در اصل جوون مرگ شد، چون اون موقع بیشتر از 900 سال عمر کردن. پس خنوق رابطه داشته با خانوادهش، کار میکرده، زندگی میکرده، محبت میکرده، میرفته بشارت میداده، خبر خوشو میداده به دیگران، به اون قومی که همه، اون مردمی که همه آلوده گناه شده بودن. وقتی خنوق رو بوده میشه، نوح بعد از اون این مسئولیت رو به عهده میگیره و خبر خوش انجیل رو میداده. انجیل رو میداده، بله، چون که صحبت از یهوه میکرده، انجیل یعنی خبر خوش، که مردم دست از این گناهتون بردارید، هوشیار باشید، آلوده به گناه نیز نشید. در کتاب پیدایش 6:5-8 ما میبینیم که کلام خداوند اعلام میکنه که خداوند دید انسان چقدر شرارت میکنه، یعنی انسان ها چقدر گناه میکنن، چقدر ظلم میکنن، چقدر در باعث فقر و فساد شدن، چقدر انسان ها بی‌عدالتی و بی‌انصافی میکنن، در رنج و ترس و استرس و غم و اندو هستن. یه جورایی مثل همین الان کشوری که درش دموکراسیه، هر کی یه ذره اذیتش میکنن سری میخواد بیاد تو آمریکا، میگه اینجا کشور دموکراسیه، ولی شما تو همین مدت، نمیخوام داوری کنم، بعدن معلوم میشه، حقیقت مشخص میشه، تو همین مدت برای رأی ریزی شما ببین دو تا گروه چقدر حرف و حدیثه، چجوری دموکراسیه. اون میگه رأی رو گرفتن، اون میگه تقلب کردن، اون میگه نه ما تقلب نکردیم، مثلا نمیدونیم. پس عدالتی بر روی زمین نیست، هیچ عدالتی بر روی زمین نیست. اگر عدالتی بر روی زمین بود، شما فکر میکنید آیا باراباس که باید اعدام میشد، به باراباس میگفتن آزاد بشه؟ عیسی مسیح که این همه معجزه کرده بود، مریضا رو شفا داده بود، مرده ها رو زنده کرده بود، حداقل به 2 تا 15 هزار تا، چون تو سرشماری کتاب مقدس فقط میگه مردان، زنا و بچه ها بیان هر کدوم میشن 15 هزار تا، حداقل به 2 تا 15 هزار تا خوراک داد با معجزه، مسیح رو باید اعدام میکردن؟ پس عدالتی نیست. تعجب نکن اگر شما میبینید. پس وقتی عدالتی نیست، آیا دل ما به درد میاد یا نمیاد؟ این روزها خیلی دلشون به درد اومده به خاطر اون باوری که دارن. پس درد در این جهان هست، دردمندی ساکن شده. نگو چرا درد دارم. درد مانند این ویروس کرونا همه رو گرفته، وجود همه رو، فکر همه رو، احساس همه رو گرفته. اما راهی رو که میتونه ما رو در این مسیر پیروز کنه، همه آنها این هستش که با خبر خوش انجیل پیوند بخوریم. آنطور که نوح نیز اعلام میکنه در پیدایش باب 6، و همین گونه میبینیم که حتی در پیدایش 6:6 نیز خداوند میگه اصلا من از اینکه این انسان رو آفریدم پشیمان شدم. واه، مگه خدا هم پشیمون میشه؟ بله.
خدا پشیمون شد. چرا؟ چون انسان رو آزاد آفرید. خدا قلب ما رو میدونه، فکر ما رو میدونه، ولی واقعا من یه زمانی خدا رو چنان سورپرایز میکنم که پشیمون میشه. رسول این همه تو رو محبت کردم، این همه به تو معجزه نشون دادم، این چه کاری بود کردی؟ مگه نکردن مردان و زنان ایمان در کتاب مقدس؟ مگه داوود خدا رو سورپرایز نکرد بالا پشت بون؟ مگه پتروس سورپرایز نکرد هرچند مسیح میدونست که اون رو منکر میشه؟ مگه سلیمان سورپرایز نکرد 300 تا زن رسمی 700 تا غیر رسمی، حالا بقیه‌اش هم ننوشتن نمیدونم دیگه، توبه هم نکرد؟ توبه نکرد، کلام خدا میگه توبه نکرد. مگه موسی سورپرایز نکرد خشمگین شد؟ مگه ابراهیم دو بار دروغ نگفت به خاطر اینکه کشته نشه، زنش و خواهرش معرفی کرد؟ ما سورپرایز میکنیم عزیزان، خدا همه چیزو میدونه، اما خدا نمیدونه این رسولی که آزاد آفریده شده یک دفعه چه کار میکنه. پس تمام نگاهمون، تفکرمون به خود خدای زنده باشه. آمین. وقتی نگاه ما به خدای زنده است، مطمئن هستیم که خداوندم به موقعش نیز عمل میکنه. بله بفرمایید. داره صحبت از زمان نوح میکنه که الانم این گونه هستش. چیز بدی نیست، میگه تمرکز اصلی برداشته شده. برای همین در ابتدا سوء تفاهم نشه یه موقع. خود منم فکرم این روزا مشغول این قصه رای ریزی بود و خیلی هم شدید. مازیار عزیز شاهد یه قصه ای از من بود، چون برای ایران دلم میسوزه مشغول این فکر شدم، این موضوع شدم. ولی باید هوشیار باشیم حتی این چیزا ما رو خسته خاطر نکنه. همونگونه که از همه شنیدیم، از برادرم شمون جان شنیدم، از امیر عزیزم شنیدم، که تمرکز اصلی ما خداست، تکیه‌گاه ما خداست. رأی دل ما هر چی میتونه باشه، اما تمرکز اون رو عوض نکنیم با خدای زنده. بله آیا عیسی مسیح از آنچه که داره میگه میخواد ما رو بیشتر بترسونه؟ داره از آینده میگه. حالا ما خودمون الان توی درد و رنج و مشکلات هستیم، حالا عیسی مسیح رو داره میگه ما بیشتر بترسیم، بیشتر نگران بشیم؟ علت این که مسیح داره این مطالب رو میگه فکر میکنه چی هست واقعا؟ ترس و نگرانی رو میخواد جایگزین آرامش بکنه، یا ایام ناامیدی رو در آینده برای ما میخواد باز کنه که ما نسبت به آینده بدبین بشیم، و یا هوشیار باشیم که مانع این اتفاقا بشیم؟ مگه ما میتونیم مانع بشیم؟ فکر میکنید ما میتونیم مانع بشیم دجال نیاد؟ کلام خدا میگه میاد. چرا؟ یه جواب میخوام. چرا دجال میاد؟ چرا 42 سال هستش که نظام اسلامی هنوز این قدرت رو داره؟ چرا حتی در این سرزمین دروغ بیشتر قدرت داره؟ ریا بیشتر حتی در این سرزمین. خیلی سعی میکنن مواظب باشن. چرا شرارت در جهان حاکم هست؟ یک جواب میخوام. برابو برابو، چون شیطان داره سلطنت میکنه بر کره زمین، اما مسیح بر قلب من و تو داره سلطنت میکنه. ما اینجا هستیم که سلطنت مسیح رو بپذیریم. ما به مسیح ایمان آوردیم، ما سلطنت شیطان رو نمیپذیریم هرگز، اما شیطان بر زمین داره سلطنت میکنه. هوشیار باشیم تحت پوشش سلطنت اون نریم، زیر سایه اون هرگز قرار نگیریم، چرا که وقتی زیر سایه او قرار میگیریم مطمئن باشیم که در عذاب و رنج خواهیم بود. بله پس این هوشیاری داره میده. مبادا به خواب روحانی بریم، مبادا مشغول خیلی بشیم. زندگی بکنیم، زندگیت هم خوب بکنیم لطفا. به فکر همه موقعیتات باش، به فکر سفرت باش، به فکر همسرت باش، به فکر ازدواجت باش، به فکر بچه دار شدنت باش، به فکر این باش که اون استعدادت هر چی هست رو برآورده کنی، چیزایی که تو رو خوش میکنه، خوشحالت میکنه. بعضی از شخصیت ها میگیم عشقی هن، میگن طرف عشقیه، عشقیه دیگه، یه مدت یه چیز رو دوست داره، یه مدت دیگه یه چیز دیگه رو دوست داره. اشکال نداره، سلیمان هم حتی عشقی بود،
میگه همش با حیوانا اینور اونور میرفت. هیچ اشکال نداره، طبیعت که خدا آفریده لذت بده. من خودم آکواریوم و ماهی رو خیلی دوست دارم. الانم یه مالتیز دارم، یه سگ دارم، اونم خیلی دوستش دارم. خدا آفریده اینا رو. پس این چیز بدی نیست. خونه خوب دوست دارید، بسیار عالی. کار خوب، ماشین خوب، اینا چیزای بدی نیست. خدا جهان رو آفریده ما ازش لذت ببریم. سلیمان هم همین رو میگه، اما میگه مواظب باش از اون اراده خدا دور نشی که شریر تو رو به دام بندازه. از این موقعیت باید ما نیز استفاده کنیم که تحت اراده اون فقط زندگی کنیم، چرا که دامی میشه که ما همش بگیم در رنج و سختی هستیم. مشکلات همیشه هست، آینده رو پر از سختی ببینیم. بس مسیح نمیخواد هرگز من و شما امروز بترسیم برای فردا، بلکه مسیح تمرکز صحبتش روی موقعیتی هست که من و شما بیدار باشیم، آگاه باشیم. ما تحت سلطنت شیطان نیستیم. آمین. میتونی اعلام کنی من تحت سلطنت شیطان نیستم، من آزاد هستم، من تحت پوشش فیض خدا زندگی میکنم. فردوسی نیز اینگونه اعلام میکنه: چو جویی همیزین سرای سپنج کز آغاز رنج است فرجام رنج، عاقبتش هم رنج. الانم رنجه، عاقبتش هم روی این زمین رنجه. پس به دنبال این نباش که رنجی زمانی تموم میشه. این پرزیدنت میاد میره، اون یکی میاد، رنجی نیست. نه، غم و رنج هست. عرض کردم اینو بدونیم. دجال خواهد آمد. نمیخوام بگید آمین، البته نگید، ولی میاد. دجال میاد. پس ما نمیتونیم، مگه ما تونستیم جلو زلزله ها رو بگیریم؟ ما تونستیم جلو این سال هاست. من از زمان تینیجریم دارم بر علیه نظام اسلامی مبارزه میکنم. بارها گفتم بسیاری از دوستامو، از 10 دوستم 7 تا 8 رو اعدام کردم، کشتم. خودم تیر خوردم. فیض خداست من زنده هستم و با باور اسلامی بودم. و خیلی هستن خانواده هاشون توی محله ما، یه خانواده بود 4 جوونش جز یکی از این سازمان ها بود که میدونید فعال بودن، اعدام کردن. مگه میشه یه خانواده 4 اعدام کردن؟ حتی توی محله ما یه خانواده حزب اللهی بود، اشتباها 2 دختراشو توی خیابون گرفتن بردن زندان. اشتباها، باور کنید، اشتباها بردن تو زندان به خاطر اینکه تو بهشت نرن. مطابق قرآن و احادیث اسلامی به اونها تجاوز کردن. پدر و مادر رو فرستاده بودن مکه، این یک حقیقته، فرستاده بودن مکه تشویقش کنن. این 2 دختر حزب اللهی رو تجاوز کردن و بعد اعدام کردن. همه خانواده‌ام برگشتن، فامیلاشون هم برگشتن. آیا توانستیم؟ خیر، چون شیطان داره بر این انسان‌ها درست سلطنت میکنه. چرا ما اینجا ایستادیم میگیم با هوشیاری، با حکمت الله رو اعلام کنید؟ خدا نیست، اسلام از طرف خدا نیست، باید اعلام کنید. گاهی افراد فکر کنم ما تو کلیسا نباید این صحبت رو بکنیم. بله که باید صحبت کنیم، بله که باید، به طور خاص کلیساهای فارسی زبان باید رسوا کنن شیطان رو، باید رسوا کنن اسلام رو. 1400 سال است آسیب زده به ایران و ایرانیان. بله، آمین. پس آنچه که مسیح داره میگه و مثالی که داره از نوح میزنه، میگه مانند نوح باشیم، مانند نوح باشیم که بتونیم در مسیر اراده او قدم برداریم برای نجات بشریت. که در مرحله اول ایمان و اعتماد نوح به خدا و هدف خلقت بود در جهان، و همین دلیلی گشت که نوح بدون تجربه، شما میدونید که حتی علمم ثابت کرده در زمان نوح نمیتوانسته باران اومده باشه روی زمین، باران رو تجربه نکرده بوده، کشتی ساختن رو تجربه نکرده بوده، مرگ دست جمعی رو ندیده بوده نوح که یه دفعه همه بمیرن، ولی اعتماد میکنه به خدا و این ایمان رو میاره به خدا که آنچه که خداوند داره میگه رو قبول میکنه. درسته که اون زمان همه میدونید بالای 900 سال عمر میکردن و کسی فکر نمیکرد بمیره، هیچ کس فکر نمیکرد بمیره، همه تصور میکردن چه بسا تا ابد زنده باشن. اما ما میبینیم که نوح
با وفاداری، با اقتدار میسته بدون هیچ ترسی، بدون هیچ خجالتی، بدون هیچ شکی و حتی بدون اینکه بگه حالا من تحقیق کنم ببینم راست امکان داره. واقعا کاری که نوح میکنه یه کاری بوده، عذر میخوام ببخشید، و دیوانگی، یه کاری نبوده که درست باشه، عاقلانه نبوده، منطقی نبوده. تو یک زمین خشک کشتی ساخت و چقدر او به اهل خانوادهش تحت حقارت و تهمت و توهین قرار گرفتن و چقدر خجل زده شدن. اما ما میبینیم که نوح با یک ایمان 100% که تضمین اون رو از خدا گرفته بود در وفاداری میمونه و با آنچه خدا گفته بود نیز عمل میکنه، اونم نیز با یک اقتدار، یعنی احساس ترس نمیکنه. امروز من و شما که برگزیده خدا هستیم همین گونه هست. من ایمان دارم خداوند با همه شما ها سخن گفته. نخواستید بیشتر گوش کنید اگر انجام ندادید، نخواستید دل ندادید مثل نوح کشتی نجات زندگی تو بسازی، مذبحی که خداوند گفته بنا کنی بنا نکردی شاید، اما اگر شروع کنی میبینی خدا با تو هستش، حتی بیشتر از این که با نوح با تو هست، چرا که نوح به یک رنگین کمان عهدش بسته شد با خدا، من و شما با خون عیسی مسیح عهد خدا بسته شده با ما. پس با اقتداری بیشتری نیز ما میتونیم بیستیم و نام او رو بلند کنیم، نام او رو جلال بدیم. در کتاب باز پیدایش 6:22 میگه پس نوح چنین کرد و به هر چه خدا او را امر فرمود عمل نمود. به هر چی، یعنی هیچ قسمتی از اتمی از سخنان خدا را نذاشت که بماند، همه را به اونها وفا کرد. من این کار را نکردم، شک کردم، من مثل جدونم، بارها گفتم شک کردم، حالا بعضی موقعا این کار را شد، ولی نوح این کار را، خدا میخواد که من مانند نوح باشم. لذا تضمینی که با من هست بیشتر از تضمینی که با نوح بوده. بله بفرمید. پس بنابراین آمین. تموم شد یاد؟ بله. میتونیم برای این قسمت کلام خدا دست بزنیم. نوح که برگزیده صادق خدا بود، مشتاق خدا بود. از خودت سوال کن، صادق هستید؟ سوال کن، هر کسی خودش از خودت بپرس صادق هستی؟ آیا اشتیاق در وجود تو هستش؟ آیا با خدا مدام در این عهدهایی که بین تو و خدا بوده، خدا با قلبت صحبت کرد فلان کاری رو بکنیم، انجام دادی یا نه؟ سالها پیش یه برادر عزیزم که البته نه در آمریکا نه در یک سرزمین دیگه ملاقاتش کردم، خیلی خدا رو دوست داشت. شب من اینو میدیدم میگفت من فردا میخوام این کارو کنم، من این کارو انجام میدم، باور کنید میخوام این کارو کنم. گفتیم ای خب پس فردا بیا با هم بریم فلان جا برای بشارت. زنگ میزدم میگفت نه بس، خدا گفته نه یا تو که دیروز گفتی خدا گفت بیا. بعد خودش من گفت بعد از اون هر موقع من به تو یه چیزی میگم همون موقع بیا دنبالم بریم چون بعدش پشیمون میشم. این گونه نباید باشه، ما نمیتونیم این گونه عمل کنیم. اگر کلام خدا با قلب ما صحبت میکنه، میگه کلام خدا گفت و شد، اجازه بدیم که اون کلام که اقتدار داره در ما عمل کنه. مشروطه برای اینکه ما اقتدارمون رو به خدا بدیم. باز نامه عبرانیان 11:7 نویسنده این حقیقت رو این گونه داره مطرح میکنه، نسبت به نوح اعلام میکنه، به ایمان نوح. پس ایمان من و تو کار میکنه. اگر ایمان من و شما کار نمیکرد، هرگز کلام خدا نمیگفت مسیح به خاطر گناهان ما روی صلیب رفت و مرد، خب تو هم نجات پیدا کردی، همون شد. میخوای ایمان بیار، میخوای نه. پس ما سهم داریم. پس ایمان من میشه خودم، فرمول خیر، که من متوجه میشم من در ضعفم، من در گناهم، من در دردم، من احتیاج به انجیل مسیح دارم، من احتیاج به نجات دارم. پس این قلمروی اول هست که من ببینم احتیاج به صلح با خدا دارم، من احتیاج به رستگاری دارم. اعلام میکنه به ایمان نوح، چون درباره اموری که تا آن وقت دیده نشده، آنچه که گفتم، الهام یافته بود، خدا ترس شد، یعنی خدا رو شناخت. نه اینکه قبلا بر فرض مثال میرفت جلو خدا میگفت بارو بابا دلت خوشه، بعد یه دفعه خدا یه کاری کرده این ترسیده، حالا میترسه. خیر، خدا ترس یعنی شناخت خدا، از الله باید ترسید.
چون بوتیه که فقط مرگو میخواد. اما از یهوه نباید ترسید. یهوه عشق، محبت، عدالت، رحمت بابای من و توست. پس اینجا صحبت از شناخت خدا میکنه. مرحله بعدی خداست. خودم، رابطه خوب خودم با خودم، توبه کردم، تقدیس شدم، حالا رابطه خوب من با خداست که ایجاد میشه. و اینجا نویسنده داره اینگونه اشاره میکنه: خدا ترس شد، کشتی به جهت اهل خانه خود. بعد خانوادته، خودم، خدا، حالا خانواده هستش، که هوای خانواده رو داشته باش. یک ایماندار باید هوشیار باشه. ایمان فقط متعلق به خودت نیست، باید در مسیر ایمان خانوادت، در محبت، در حکمت، در عدالت، در رحمت عمل کنی. هوشیار باش، خانواده تو باید ایمان بیارن، چون کلام خدا میگه تو و اهل خانوادت ایمان خواهید آورد. کوتاه نیایید لطفا، برای این موضوع کوتاه نیایید، خواهش میکنم. به طور خاص خادمین، کلام خداوند از ما خواسته، از منم خواسته، هرچند شاید خدمت من روزگاری برای خانواده من خیلی در سختی و رنج بود، امروز خدا رو شکر میکنم، جلال از آن خداست که خداوند برای گذشته از همسرم، برای فرزندان من و شمعون عزیز به عنوان داماد ما جا انداخته که ما همه خادمیم. یعنی نمیتونیم بگیم آقا یه کلیسایی هست کشیشش فقط باید خدمت کنه. ما چنین چیزی نداریم. برادر امیر معلم بچه هاش نباید خادم بشن. ما چنین چیزی نداریم. برادر روبن گروه پرستشه. حالا درسته بعضی ها مثلا توی فاصله زمانی بچه ها قبلا به دنیا آمدن، بزرگ شدن، جای دیگه هستن، قابل درکه. اما همان گونه که نوح با خانوادهش 8 نفر نجات پیدا کردن، امروز خدا برنامهش برای تو و خانواده تو هست. برکتش، سلامتیش، قوتش، امیدش. خودت رو تنها نبین. محکوم نکن همسرتو، محکوم نکن فرزندتو. مایه کم گذاشتی، بیشتر محبت کن، بیشتر کار کن، بیشتر دعا کن براشون. اونها باید خادم بشن. من باید موظف هستم، اگر وقت بشه آیات رو میخونیم، موظف هستم همسرم و بچه‌هامو تشویق کنم برای خدمت. حتی توی کلیسا نه به عنوان زاپاس. خیر، بعضی موقع فکر کنیم کشیش چون یه جای بالا هست بچه‌هاش باید زاپاس باشن یا ذخیره باشن. اصلا اینطوری نیستش. باید اول خداوند رو خدمت کنم. هرچند کلیسا باید دیگران رو تشویق کنه و کلیسای پسرماسی این کار رو کرده تا به امروز و همیشه ادامه میده، اما این برای نیستش که بگیم فقط کشیش. آیا کشیش های خودش خدمت کرد؟ بچه‌هاش دارن خدمت میکنن. مهدی دیباج، کشیش شهید سودمند، همه دارن خدمت میکنن بچه‌هاشون امروز. و شما امروز هیچ فرقی نمیکنه. ما پوزیشن کشیشی نداریم برای خدا مثلا بریم تو آسمان خدا بگه کشیش رسول بیا اینجا. مثلا بر فرض مثلا یه برادری مثل رضا جان، ببخشید رضا خوش اومدی برو بشین. نه خیر، همه یکی هستیم. این پوزیشن های انسانی که خدا گفت به خاطر اینکه ماها بیشتر درک کنیم داره اینا، یعنی این نیستش. مسیحی که خدا به همه ماها داده و تو برای خانوادت دعا کن، تو و خانوادت. اگر نوح خانواده خودش رو وارد کشتی کرد، تو هم باید خانواده خودت رو وارد کشتی کنی. نه خانوادتو، بلکه هر چی داری باید وارد کشتی کنی. هر چی داری، هیچ فرقی نمیکنه. ثروت تو، حیوانی که داری، مگه نوح حیوانا رو وارد کشتی نکرد؟ چرا تو فکر میکنی اگه حیوانی که داری، حیوان خدا آفریده، وارد کشتی بکن، تحت پوشش فیض خدا قرار بده و بدون این سهم تو هستش از طرف خداوند که به تو داده شده. پس بتونی توی جایگاه درست نیز بیستی. پس اعلام کرد خدا ترس شده، کشتی به جهت اهل خانه خود بساخت و به آن دنیا را ملزم ساخت. یعنی بشارت داد نو، فقط کشتی نساخت بلکه ملزم نیز کرد، بشارت رو میداد به اونا. وارث آن عدالتیه که از ایمان است، از ایمانی هست که ایمان است که گردید، باعث ایمانش شد به دیگران. حالا اون نیز انتقال پیدا میکنه به دیگران و در شناخت حقیقی به عدالت، به محبت، به رحمت و نیز به فیض خداوند نسبت به کلام خدا نوح عمل کرد. امروز ما نیز نسبت به انجیل مسیح میباید عمل کنیم تا خدا رو معرفی کنیم. خیلی ها میگن ما چگونه باید بشارت بدیم؟ گواهی تو بده. خیلی ساده است.
گواهی ایمان تو که میتونی بدی، فقط گواهی تو بده، بگو یهوه خداست، بقیهشو بسپر، نترس، بسپر به خدا، بگو یهوه خداست. حالا نمیخوای بگی الله بوته، بگو کشیش رسول گفته الله بوته، بفرستش سمت من. بایست محکم، وقتی محکم میستی اون رو متوجه یه موضوعی میکنی که یه حقیقتی هست که غافل از اون حقیقت و باید به اون حقیقت برسه. ولی شما سکوت نکنید برای رسوندن خبر خوش نجات. در مرحله اول همه کسایی که میخوان بشارت شده بشن کسانی هستن که اول باید خدای حقیقی رو بشناسن، محبت خدا، عدالت خدا. اگر اون رو نشناسن مطمئن باشید نمیتونن درک کنن که مسیح چرا روی زمین اومد، چرا خدا یگانه پسرش رو فرستاد، چرا اون روی صلیب مرد و چرا قیام کردش. نمیتونن درک درستی داشته باشن تا زمانی که محبت خدا، عدالت خدا، رحمت خدا رو نشناسن. پلیس جلوی یه موتور سوار که یه نفر رو سوار کرده دو ترکه بودن میگیره و برگه جریمه‌ش رو میاره، میگه قربان برای چی جریمه میکنی؟ میگه تو توی روی موتور ضعیف کوچولو دو ترکه سوار میشی. میگه بابا جناب سروان، بابا خدا با ماست. میگه ای سه ترکه سوار شدی پس. آره وقتی درک درستی نباشه نه مخاطب تو و نه خودتو میدونی چگونه باید نسبت به شناخت خداوند صحبت کنی و این درک نخواهد بود. و همون گونه که نیز در پیدایش 1:26-28 و همچنین در همون پیدایش باب 2:18-24 صحبت از این میکنه که ایمان ما باید جایگاه ثابت در کانون خانواده داشته باشه. باز این رو اشاره میکنه، کانون خانواده، فرزندانت، همسرت تحت پوشش این ایمان باید قرار بگیرن. در غیر این صورت وقت نیست، نمیخوام، آیات بسیار هستش، اما بذارید یه آیه رو بگم که بیشتر به خودم برمیخوره، بیشتر مال خودم. اعلام میکنه اول تیموتائوس 3:4-5 که به کشیشا و خادمین داره میگه، میگه باید خانواده خود را به خوبی اداره کند و فرزندانش را طوری تربیت نماید که از او با احترام کامل اطاعت کند. و همچنین ما در اول تیموتائوس 3:12 میبینیم به شماسا، به خادمین، گروه پرستش، هر کسی اینجا یه صندلی این برون بر میکنه، داره میگه شماسان صاحب یک زن باشن. حالا اینو جدی بگیرید صاحب یک زن باشن و فرزندان و اهل خانه خیش را نیکو تدبیر نمایند، یعنی برای اونها اندیشه کنن، نمیتونن بی توجه باشن. و بدتر از این آیه هستش که در اول تیموتائوس 5:8 میگه ولی اگر کسی برای خیشان، یعنی خانواده خودش، و علل خصوص اهل خانه خود تدبیر نکند منکر و پستر از یک بی ایمان هست. واو، باید مواظب باشیم. در کتاب مقدس ما با ایوب روبرو میشیم. ایوب از نظر خدا شایسته بود، اما خانوادهش هم بود یا نه؟ خانوادهش ایماندار نبود، حتی همسرش ایماندار نبود، چرا که به ایوب میگه برفرض به خداوند سخنانی رو بگو که باعث مرگ تو بشه، چرا که اون ایمان رو نداشت. ولی مقصر ایوب بود. من نمیگم به زور یک نفر رو مسیحی کنی، هرگز نمیگم اهل خانواده، اما باید برش دعا کنی، باید محبتش کنی. بعد از محبت باید چیکار کنی؟ یکی بگه محبتش کنی. تعلیم خیلی موقع دیگه کار نمیکنه، محبتش کنی، اونقدر محبت کنی. چون در غزلها 6:8 اعلام میکنه محبت از مرد زور آورده. محبت کن، درکش کن، بفهمش، اون ایمان میاره، اون نجات پیدا میکنه، بیارش توی خدمت. قرارم برای نیست که خدمت کنیم اوضاع اون جای دیگه خراب بشه. واعظی میگه زمانی که موعظم تموم شد، پرستش تموم شد، دیدم یه نفر اومد وارد کلیسا، شروع کرد داد زدن این چه وضعیه، این چه کلیساییه، آقا ما نمیخوایم مسیحی باشیم، کی باید ببینیم؟ گفت من آوردم نشوندم، گفتم چی شده برادر؟ گفت نگو من برادر. چه برادری؟ این همسر من میاد اینجا پرستش میکنه اما توی خونه خوراک درست نمیکنه، منو محبت نمیکنه، بچه منو محبت نمیکنه، اما تمام تمرکزش تو کلیسا شده، همش میخوام صحبت کنیم، میگه دارم تمرین میکنم. بعد میگه آخه همسر شما کیه؟ میگه فلانیه. میگه اوه چه صدای خوبی هم داره. میگه ولی چه فایده داره؟ آقا شما دارید این حرفو میزنید، زن من نیست دیگه این،
و میگه من رفتم با همسایه صحبت کردم، گفتم از این بعد یه خدمت نکن، چون اولین خدمت تو توی خونته، اونجا رو خراب کردی، اینجا داری فیلم بازی میکنی. پس این هوشیاری هم باید داشته باشیم. منظور من این نیست، منظور کلام خدا این نیستش که آره به زور بیاریم بچه همون رو خدمت کنیم، نه، با عشق بیان. ما تعلیم رو میدیم، اما این عشق و این محبت خداست که باید جایگزین بشه و ما بتونیم با اعمالمون، با رفتارمون نیز مطابق فیض خدا هم آنچه را که نیکوست رو نسبت به اراده خدا نیز انجام بدیم، که در اصل تمرکز اونها رو به خدا دوختن هست. مطابق مزمور 123 اعلام میکنه، از 1-4 رو میخونم، میگه به سوی تو چشمان خود را بر میافرازم، به سوی تو، نه به سوی کشیش بشنویم، نه به سوی معلمی، بلکه به سوی تو، به سوی تو چشمان خود را بر میافرازم، ای که بر آسمان ها جلوس فرمویده ای، یعنی سلطنت میکنی بر تخت آسمانی، اینک چشمان غلامان به سوی آقایان خود و مثل چشمان کنیزی به سوی خاتون خیش، همچنان چشمان ما به سوی یهوه خدای ماست که بر ما کرم فرموده. فیض خدا رو میبینه نویسنده که فیض و محبت خدا با او هستش و اعلام میکنه ای خداوند بر ما کرم فرما، بر ما کرم فرما، یعنی فیض تو شامل ما بشه، زیرا که بسیار از اهانت پر شده ایم، یعنی تهمت ها، یعنی جفا ها، یعنی رنج ها، یعنی غیبت ها، چه بسیار جان ما پر شده از استهزا، یعنی از مسخره کردن دیگران و مستحیان، یعنی ثروتمندا، کسایی که قدرت دارن، و اهانت متکبران پر شده، و فضای این رو به ما نمیده که ما زندگی خوبی داشته باشیم. اما خدا یا تو با ما هستی، حضور تو و فیض تو نیز با ما خواهد بود. بریم با هم نکته سوم رو داشته باشیم. عزیزان بروشور نداریم، اگر مایل هستید میتونید مطلب رو بنویسید. همونطور که عرض کردم، موضوع ما برگزیدگان هست، که هر کدوم ما برگزیده ایم. آمین. اینجا میتونیم بگیم آمین. نکته اول، برگزیدگان خدا با ایمانی پویا. پس بنابراین ایمان پویا ایمانی هست که مدام در تماس با کلام، در پوری روح القدس، با کلیسا. برگزیدگان خدا با ایمانی پویا حق جویان را بشارت میدهند و آنان را به اراده خدا تشویق میکنند، نه اراده خودشون، نه فکر خودشون. چون از وقتی که اراده خدا نیست، این فرقه های عجیب القریب از اینه که افراد ایماندار با فکر خودشون رفتن جلو، نه مطابق کلام خدا. آنان را به اراده خدا تشویق میکنند تا زندگی امنی داشته باشند. نکته دوم، برگزیدگان خدا با امیدی پویا شکست دلان را تسلی میدهند و آنان را به کلام خدا تشویق میکنند تا زندگی شاد داشته باشند. آمین. پس کار ما این هست، ما امنیت را از خدا میگیریم، شادی را از خدا میگیریم، حالا این را باید به دیگران انتقال بدیم، مال خودمون نمیتونیم نگه داریم. بله. نکته سوم، برگزیدگان خدا با اقتداری پویا دردمندان را نوید میدهند. دردمندانی که تو جهان هستن، پر از رنجن، نگاه نکن از تو ثروتش بیشتره، زندگیش از من و تو بهتر هست ظاهرا، ولی در قلبش پر از رنج، سختگی، مشکلات هست. شاید فکر میکنن الان ثروت نداشتم، قدرت نداشتم، شهرت نداشتم، ولی آرامش من و تو رو داشته باشن. برگزیدگان خدا با اقتدار پویا دردمندان را نوید میدهند و آنان را به حضور خدا تشویق میکنند تا زندگی سالم داشته باشند، زندگی که درش رنج نیست، زندگی که درش خستگی نیست، زندگی که درش مشکلات نیستش که باعث عذاب اونها بشه. اگر امروز احساس میکنیم حس بشارت دادن نداریم، میل به این که از کلام خدا بگی در وجودت نیست و گویا که ضعیف هستی، یه نگاهی به زندگی خودت بکن. لازمه تقدیس کن خودتو، لازمه در حضور خدا در روح خودتو تقویت کن، لازم هست در مسیر تکمیل شدن دوباره قدم بردار. کلاس ها هستش، خدا رو شکر ما یکی از کلیساهای فعال هستیم، خیلی قدرت نداریم، خیلی قدرت نداریم، قدرت ما خداست، اما فعالیم واقعا. برادر عزیز ما همیشه دوشنبه ها لطف میکنه اون کلاس ها رو داره، حالا یک ماه استراحته. خود من کلاس هایی رو در طول هفته دارم با عزیزان میذاریم،
جلسه میان هفتگیمون داریم، ولی باور کنید من با یک دو تا از کشیشا صحبت کردم، اصلا گفت انگار تعطیل شده همه چیز، گفت رو فیسبوک هفته یه پیغامی میدیم. ولی خدا رو شکر این شرایط ایجاد هست الان برای شما عزیزان، و این کلیسا این غیرت رو داره که ایستاده برای شما، برای نجات جانها، تا به اون جایگاه درست نیست ما برسیم و آنچه که خدا در ما شروع کرده کامل کنیم. نمیتونیم نصف رهاش کنیم، میباید اون مسئولیت و اون برگزیدگی تو کامل کنی. اگر کامل نکنی، این رو بدونیم که باید به خدا جواب بدیم. پولس رسول میگه همه ما خانه ها میسازیم. خانه تو با چی میسازی؟ با کاه؟ با طلا؟ با سنگ؟ همه ما یه روز باید جواب بدیم. به رسول نباید جواب بدی، به کسی نباید جواب بدی. تو برگزیده خدا هستی. از خدا بخوا که قوت و این تقویت رو به تو بده تا بتونی آنچه که شروع کردی رو کامل کنی. هیچی تکرار نیست در مسیحیت. کلام تکرار نیست، موعظه تکرار نیست، یاداوریه. عزیزان چرا فکر می‌کنید تکرار هست؟ دعاها تکرار نیستش. خدا میخواد تو رو برکت بده. بشنو و تمرین کن، تقدیس کن خودت رو یک بار دیگه اگر در ضعف هستی. بعد از تقدیس تقویت کن، تمرین کن، بشارت دادن رو تمرین کن، خبر خوش نجات رو به دیگران بده. شخصی که مأمور مخفی بود یک نفر رو استخدام میکنه و بهش میگه این عکس فلانی و اسم فلانیه، برو جاسوسی اینو بکن و به من خبر بده کجا میره چیکار میگه. باش بعد میره و بعد از اون ساعت 6 و 7 میاد میگه چیکار کردی؟ میگه قربان رفتم دیدم رفت سر کار، بعد دیدم رفت خونهش، با همسایش رفت رستوران، بعد رفت سینما. گفت خب بعد گفت هیچی، اون فیلم رو من با خانم روز قبل رفته بودم دیده بودم. میگه نرفتم تو سینما. همه رو باید کامل انجام بدی. نمیتونی بهانه بگیری که من نمیتونم به خاطر این نقطه ضعف. یه چیزایی تکرار شده برای من. خبر خوش نجات بده. اون هفته مرس کردم کشیشی رو که من سالها پیش اول ایمانم دیدم و ازش خواستم گواهی ایمانش رو من بده، به من گفت انقدر گواهیمو دادم به کسی دیگه خستم، نمیخوام به تو بگم. من نگفت گواهیش رو من، و اون موقع من نیاز داشتم. گواهیتون رو به دیگران بدیم. بریم آخرین آیه رو هم بشنویم لطفا. نامه رومیان 1:16-17. نامه رومیان 1:16-17. نامه رومیان 1:16. آمین. میتونیم بگیم آمین. هاللویا. ما ایمان داریم. فقط کافیه که از عیسی مسیح بگیم. خیلی از دوستان تجربه کردن میگن بعد از اون ما راستش دعا کنیم، وقتی رفتیم خبر خوش نجات رو بدیم، مثلا یه چیزایی رو گفتیم که خودمون نمی‌دونستیم چی داریم میگیم، ولی طرف گریه کرد و قلبش مسیح داد. بله. آمین. و با همین ایمان به راحتی میتونید شما دیگران رو بشارت بدید. همون گونه شاعر میگه خدایا جهان پادشاهی تو راست، زما خدمت آید خدایی تو راست. من و تو اگر بعد از ایمانمون زنده هستیم، زنده هستیم تا متا 28:19 رو انجام بدیم. در غیر این صورت بهتر بود که ما از این زمین میرفتیم و اون جایگاهی داشتیم که میدونستیم دیگه تقدیس شده هستیم.